آنچه گذشت. آره اون نگاه کردی به کی؟ اوه 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 آجی جون لایفتم، آجی جون ویدیو سمی شروع شده. امیر شادی گل، امیر رفیقی؟ آجی جون رفقای خیلی خوب منه، با همدیگه خیلی اوکی، ولی که معمولا تو لدر با همدیگه پلی میگیم. ضعف هم که داره طبیعت. اوه هفو آجی این لاواش، این حریفت لاوا پلیر محمد، همین راه نمایی اول کار بود بگم. آره لاوا پلیر خوبی هم هست، قبلا برگا لوک تسلا گرفتمش، لیتل و تسلا، ولی با کنون نمیدونم آجی. خوردم به کی؟ امیر جون من انتقامو بگیر امیر. باید ورژنش بدجوره ولی خب زورمو میزنم. من اینو همیشه لاوا به لاوا زدمش، میدونی؟ یه دونه سری از روی پل حمله بریم. دیگه بوجه دست شما. به من حریف داد. به من حریف داد. هوگرایدر بودم خیلی بهتر میشد. شاید چینی ها زیاده نمیرا؟ خیلی زیاده، مثلا آدم قاطی میکنه، بعد فقط در حد حدس میشه. خیلی زیاده. من جب دفاع رو بل میکنم محمد، به تمال زیاد این ترکیب پکا چیز باشه که بهت گفتم پکا گوبلین جایی. خب، بدن اینجا من. تومسون نگرف گرفت؟ مهم نیست، ولش کن. من هم گفتم اینو بکارم که توی دفاع این خیلی هم راحت باشه. این اونقدر دمیج نمیده. یه بالون بریم. اینجا رو وید بزنیم. بلاک میکنه؟ آره. انتظار نداشتم اینطور ترکیبی باشه. بابا پشمام. کار سخت شد. حاجی این چیه دکش؟ فیشر من داره این چیه دکش؟ این بهش میخوره آرژی باشه؟ اگه آرژی باشه؟ آرژیه طبیعتا. آرژی با ارو ریج خیلی چیز رو مخیه. آخه بیبی دراگون از همهشون عجیب تره. آره واقعا پشماش میریزه. این اسکدراک مجبورم استفاده کنم اینجا. البته باش خوب همیر فونیکس نداره. برام بد نبوده محمد، میدونی؟ میگم همیر باش خوبه که فونیکس نداره. فونیکس خیلی لاوار اذیت میکنه. بله بله دقیقا. هرچند که همین الانم کارتایی که داره واقعا رو مخ لاوا میرم. یه دونه میزنه. دیدی همین همیشه یه دونه میزنه. واقعا نمیشه کارش کرد آخه. خیلی غلطه. زیاد اکسیر مصرف کنیم که یه دونه هم نزنه. منطقی نیست سرکل. جاشون حملهشو گرفتم واقعا لاوام لاوای منطقی بود. بعد یه بار دیگه من بتونم موفق شم این بالونو برسونم به تاور. بالون یه بار دیگه برسه به تاور قطعاً اون تاور افتاده. ببین اسپلش که تیر و ریج هوای زنان بیبی و ایویز اونقدی اسپل و هوای زن داره که نرسونه بالون رو، اجازه نده. آره دقیقاً. اوه 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 نگارای چی میگه؟ نگارای چی میگه خدایی؟ حالا آرژی سمت چپ و کی میخواد دفاع کنه؟ یه مشکلی هم دارم، اصلا سایکل نکردم چیزمو. والکریو والکریمو دقیقاً. اینجا حالا مجبورم اینجوری بگیرم. این هم حریفش نمیشه آجی، دوتا میزنه یه دونه شد. باز خوب دفاع شد خدایی، اثر نگذاری. آره عالی. ببین انتظار مگانای تو نداشتم اصلا، بگو یک درشه. منم اونم آخه ایوو نگاه کن تو رو خدا. آخ آخ اینو نمیشه گرفت آجی. میپره آج میپره رو تابه میپره. نگاه کن چرا ایمان اولی بار هم قطعا جمعه مگانای ایوو پلی میدم، این چرا اینجوریه؟ امیر بد بازی کردی امیر. انتظار نداشتم اونجوری باشه. ما اولین باره که باش رو در رو جدی؟ بزن افتکامل بزنیم. نمیرسه بالون متاسفانه. برسم نمیزنه. آره میگم. من اولین بارم بود داشتم جوری مگانایت ایوو پلی میزنم. چون میگه من آخرین بتلی که قبل از این بتل امروز زده بودم حالا 2 روز پیش بود تقریبا. نمی کردم اینقدر سوپر باشه. از اون فاصله انتظار نداشتم پرت بده روی تابه. آقا امیر اومد مگانایت والکری اونجا انداخت، گفتم آقا میچسه به تاور، امیر نمیدونش. بابا این شوخی نگیریم مگانایت رو. واقعا اولین بار بود که رو در رو میشم پشمام ریخته الان. خیلی سوپره واقعا، نیاز به نرف داره این چیزی که من الان دیدم. یک ذره صبر بکنیم امیر. این کارت زمین نمیشه دفاعش کرد. ببین این فقط باید اینفرو دراگون باشه جلوی. آره واقعا بزن اون سویش کنم اون یکی ورژن. اون ورژن هم بیارم این بطل بعدی اینفرو دراگ بزنم. من که خودم فن اینفرو دراگ امیر، معتقدم خیلی باف و قویه. قبول دارم. من خودم واقعا اینفرو دراگ باش بیشتر ارتباط میگیرم تا مگا مینیون. ولی خب مشکلی اینه گفتم آخه میدونی بیشتر حالا مگا مینیون رو میارن و با تامبسون استفاده میکنن که اونقدر سایکل دگ سنگین نشه. ولی باز زرکور رکب شد دیگه. رکب خورد. رکب خورد کی اومرس؟ باید مرتار باشه.
خب فعلا کارتی نمیدم. خب محمد جلوی مورتار زلزله بهتر یا فایروال؟ ببین جفتش خوبه، اگه مادرویش باشه فایروال بهتر هم میره. درسته درسته. مرسی ابیلیتی، مرسی رویال هود. فینیکس رو برده، جالبه. در کل مچاپ مرتا برای چطور محمد؟ حالا من خیلی سر برنم معمولا میزنم، معمولا میزنم. خوبه او اوچه سایکلی زدی اینجا بابا، با فایروال سخت میگه زدی باز عروبوت فکرم کنه راحتر. آره اینجا اگه عروبوت سنگین دمش میشد همین خوفاش نداشی چی نداشت. کار سخته، کار خیلی هم سخته. خب بانوز محمد احتمال خیلی زیاد کولینگر باشه. مرتار خوب میره، فکر کنم مرتار استفاده کرده. یه لحظه پشمون دی الان کارتش همینه، میری یه تک اسپل فایباله یا هشتا رو رو کرد. ببین هوای زناش فینیکس و خفاش و گوبلین نیزه ای هم و تانک زمینی هم فقط ماینر رو کمون کارت داره. خوبه امیر، ماینری که از عقب میری یعنی باج، یعنی ترسیده ها، یعنی باج میده. دقیقاً دقیقاً، اینکه کارت زمینی دیگه دستم نیست، میترسم. امیر میگه میترسم. ماینر به تنهایی دو تا اسکلتون رو کشت. فکر نمی‌کردم. فکر نمی‌کردم اونجی. ببین رئالوگ دفاعی بود امیر، اصلا جنبه حمله نداشت. آره میدونم بیشتر هدفت سایکل کردن بود دیگه یه جورایی. آره اصلا مهم نیست خیلی. چقدر مچو عقب نگه داشته و این حقیقتا اصلا منو به هم میریزه که حریف رو به عقب پلی بده. دقیقا دقیقا، مخصوصا جلو دکی سایکلی مثل من. دقیقا نگاه کن اینقدر چرخون تا بالاخره بتونه توی موقعیت خوب حمله کنه که خوشبختانه با این فایروال مشی کارو در آوردی. خدایی اونجا لاگ باید بزنی بکش نمیزدم. فکر کردم فرار میکنه یه دونه گوبلین. ببین اینجا اگه لاگو نمیزده من بیرون اونو فایلو لاگ میکردم. درسته، ولی خب چون زدیم اینجا فایلو لاگ میکنه. خوبه؟ آره آره اوکی. این اسکلت اینجا به کار اومد، همین که یه شاتون کم رو گرفت خیلی خوبه. بازی دست من امیر، مثل اون مچه پکاش. آره محمد، ولی به نظرم دمیج گرفتم برای حریف راحت تر، یعنی این توی یه دقیقه آخر میتونه هی با ماینر فایر به حمله کنه و خب موقع خیلی دمیج بهت میده دیگه، هر یه حملهش 500 تقریبا دمیج میده. دقیقا یکسی چند برابر وقت هست استفاده کنی و دمیج میگیری. الان مرتارش واقعا من اذیت میکنه. ببین اون کانون کارتو چه فایل خوبی جان، کانون کارت از قصد میره فایل رو بکشی بیرون همه، چون مرتارش تکامله. دقیقا به به مرتار بعدی، این مرتار خیلی ترسناکه نگاه کن. نگیری روی تابه، ای وای چقدر رومخ میره واقعا این مرتار تکامل. عالی عالی آجی، خیلی تمیز. من اینجا اصلا این سب ندیده بوده امیر، من قفلم امیر، من قفلم اصلا رفته. او نگاه رو یه دونه روی لوک، یه دونه هم دمیج خوبی میزنه. تو دمیج گرفت برامون عالی. وای وای الان ماینر رو تاور میتونه رو مخ بره. اکسیر زیادی مصرف کرد. مرسی که تکامل بازی یه بار دیگه فرار کرد. اما توی دفاع موفق باشی برنده. کنون کارته همین نمورد، همون کنون کارته داره اذیت هم میکنه. خیلی زیادن، نمیشه کاریشون کرد. گرفت آخر. مشکل چی بود؟ فایره امیر، فایره به کنون کارت نخور. پاره کردم. خیلی خیلی خوب بازی میکرد اون مرتاری که اونجوری میرفت امیر. من الان نظرم اول شد از این باکس ها باد کردم بهم یه دونه تیکه شارد اوو داد، چقدر من خوش شانس. ایوان امیر نظرم اول شد زلزله خیلی بهتره، چون مرتار اونجوری بره راحت میزنمش. آره ببین
اونقدر فایر تاثیر نداره روی مورتار، ولی خب زلزله خیلی اذیتش میکنه. خدا با این لاک میفته اگه شما یه زلزله لاک، درسته؟ آره یک دونه میزنه به تو اگه ولش کنه. خب من رفتم برای بتل بعدی ببینیم که اوضاع چطوری است. امیر رو بردم تو کار، این چیزی که دارم میبینم متا بیشتر متا سنگینه تا سایکه. امیر جفتمون داریم درجا میزنیم، دو شیش شدیم. محمد واقعا آخه اوضاع بدجوره، این مگانایت گند زده تو همه چی. یه بتل قبلی دی من واقعا مگانایت خیلی تاثیر داشت روی باختم، با اینکه پاسم در هر صورت میباختم جوری اون در هر صورت نگه میباختم. ای خدا من انتظار نداشتم اونجوری بزنه زیر والکنی پرتش بده تو تابر، شوکه شدم واقعا. ببین اصلا بعدیش امیر نمیتونم مثل فیلماش باشه. امیر بعدیش اینه که سمت تاور هول میده، میدونستی؟ خیلی رو مخه ده. ای کاش پرتش بده رو به وسط زمین. من خودم فکر میکردم قرار پرتش بده رو به وسط زمین، نمیستم مستقیم میخواد ببرش سمت تاور. اصلا وسط زمین نه که امیر، هولش بده جلو، حالا چه پشتشه چه عقبش، هولش بده جلو، چرا سمت تاور؟ آره به خدا خیلی رو مخه. اینجا من جلوش بالون برم که اسکدراگام حیف نشن. خیلی کرکر چی میگه خدایی برادر من نمیزنه با کرکر، متنفرم از کرکر. نمید خیلی رو مخ میره جلوی ترکیبایی مثل ترکیب لاوا، ولی خب کاریش نمیشه کرد. و جالبی نمی چون با تیر میافته و تیر زیاده همه معمولیشو میره، اینه معمولیشو آورده. بله دقیقا نگاه کن دوباره آرژی و آرژی با کرکری که خیلی قرار عذاب بدهد ما را. یه اسکدراگ هم بریم که حیف نشد. آرژی دیگه واقعا نمیشه دفاع کرد، هر جور ردیف استفاده کنی دمیج. بابا تو دیگه تهشی برادر، بباز تو رو خدا به من. ببین دو تا نیم اکسیر جلوی فونکسش هم رفته، بهترین زمان باشه لو باش. 100% محمد 100%. آرژی هم نداره، اکسیر من فول بشه و بعد با خیلی راحت از سه لابا رو بره. خب امیر کارت آخرش مونده، زپ و تیر اسپلاشه، هفوی زناش فونیکس و فارکرکر، به نظره چیه کارت آخر؟ حس میکنم میتونه یه کارت خوردریز زمینی باشه، گارد مثلا. نا امیر بیشبینی چه تو بود؟ سری من برم فقط بالونو، بالون برو. دوتا میزنه زپ هم روی فینیکس برسونیم که بگانم اذیتمون نکنه. گارد یه شات لطفا، مرسی گارد. اون 228 شات رو عجیب، مگه اینکه زپ تکامل بزنه وگرنه نمیشه گرفت. خوبه والکیری تکامل ویل میکنی؟ یعنی از همان لابا میرسونم با خیلی راحت. ما والکیری تکامل نیست و خب اینجا دیگه عرصه دفاع کردن نداشت، در عرصه نیستم که حریف تابرم میندازه. این واش رو این فدرال اینقدر قول داده شد، یه زب بزنیم روش قشنگ بود. اسکت دراک از اینجا میتونیم حذف کنیم به راحتی. تو رو خدا بگیم لاوا، این بابا گرفت اسکت دراک. او 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 سری گارد و والکری استفاده میکنیم برای دفاع. به نظرم بالون شب پشت والکری میتلبه میره، یعنی بالون از وسط اونو سعی کردم پیش بینی کنم که اصلا نیاز به پیش بینی هم نشد، باز خوب پیش رفت. روزا زب تکامل میزنم بین دوتا تاور. خوبه؟ تموم میکنم. البته که والکری تکامل داره امیر، فکر کنم تموم باشه راحت کار. آره آره تموم شده است. مرسی اینفون دراغون. والکری از وسط هم آرژیو میگیره. مرسی کشید بردم. جالب گارد میدیم، گارده حواس تابه رو پرد میکنه، خودم از وسط بالون میرسونم. امیر راجب نظر راجب کنونه چیه؟ بعد این همه سگ دو. امیر نظر راجب کنونه چیه؟ این بافه نرفه بالان چیه؟ بسه نشیه کنونر خیلی بافه محمد، خیلی بافه. معتقدی بافه؟ یادم انداختی. من حتی با اینکه لاوا با تابر معمولی خیلی بهتره، ولی فکر میکنم اگه کنونر بزنم شانسم جو ترکیبای مثلا همین آرژی یا پکا یا حتی مگانت بیشتر باشه، میدونی؟ یا حتی مچاپ میرور لاوا هم، یعنی تو اگه تابر کنونر باشه 100% وین سمت توه. جدی نرفون خیلی قوی واقعا. جدی میگی امیر؟ یعنی کنونر اینقدر خوبه؟ خدا خیلی تحقیق داره. خب این کیه خورده محمد؟ عجیبه گارد و لیتل. لیتل که من نایدم کشی باشی بکنه سرون واقعا. آره کسی استفاده نمی کنه، اینجوری استفاده ازش صفره. ولی ببینیم بهش میخوره یا ماین پویزن باشه یا گری بیارد. یه ورژن گری بیارد با نای تکامل من دیدم میارن اینطور چیزی، حالا مطمئن نیستم همچنان.
فیشرمن جوینت گوبلین. او همون ترکیب پکاس محمد. خدایی کی فکرشو میکرد یه روز پکا رو جا بدن توی گوبلین جاین؟ حاجی از وقت اون مگانایت اومد تو گوبلین جاین دیگه همه چیو من اعتمالشو میدم. دقیقا دیگه از بعد اون بود دیگه بعد اون سوراخو یاد گرفت. دقیقا از بعد اون منطقیه. خب یه لحظه فکرم قرار نیست منم امیر ترسیدم حاجی. یه امره میکنیم حواسش پرد بشه من یه واسه به تکامل مفبری بکنم. به تکامل عالی اینجا برای دفاع دیگه ریجش هم زد ولی ریج برای کشتن اسکلتا بود وگرنه پکا در هر صورت میمرد. بعد پیش بینی میکرد عالی بود هم روی تاور دمیج گرفت هم باعث شد این گاردا کند بشن روی گوگا بیشتر دمیج بدن و هم اینکه دیگه برای دفاعون گاردا نیاز به کارت دیگه نداشت. زده شم امیر این اسپل سنگین هم وایدم داشته باشه من زده شم داره اوکی خدایی ولی خب خدا نگیره اون روزیه که به جای پکا مگانایت بذارم میارم باور کن میارم نمیر اصل جوینت کوبلین با چیزه خدا قرار برسمه دقیقا آره. خب الان چون کوینو نداریم یکم شد اذیت بشیم هم اینجا. آره میتونه اینجا مشکل بشه. خب این ابیلیتی که زد اسم کنم اشتباه بود خدا کنون بکشه کوینو که ابیلیتی من اشتباه تر بود جی نباید میشدم. تو اسپیلیت میتونی اینجا حساب کنید چون اونجا میمیره کوین میشه سری سایکلش کرد اکسیرش هم که داری خدا رو شد. خب این ریج ریج اشتباهی بود آجی جان چرا زدی ریجو عزیزم؟ او زب داره این روی زبش حساب کرده بود که میگفتی همین زب داره نمیدونستم قشنگ تمیز شد. اسپلا چی هم می الان زب و ریج و تیر ارو زب ریج اسپلا بزرگ بزرگ نداره همین معتقدی ارو فول بافه؟ ارو خیلی قوی حالا میشه نرف دمیج روی تاور زدن که اصلا به نظر من تأثیری نداشت اصلا پول سفراترین کارت بازی 38 درصد خیلی زیاد ازش استفاده من واقعا هم کارت خوبیه من خودم حقیقتا ارو رو دوست دارم توی اسپلا هم واقعا بافترین تو الان حساب کن همه اسپلا یه دونه نرف رو خوردن ولی کسی واقعا کاری با ارو نداشته. امیر جان اینجا اون لیتل پرنسش رو من نیشتم لیتل بدی رفت نوگ زیبا. خب آقا عملات سنگین ها خیلی سنگینه تو حساب کنم چون که جفت اواش تک سایکل هم یه بار الکی میفرستشون بعد یه بود دفعه بعد جفتشون رو میدازه پشت سر هم حالا اگه میتونی بیا بکشی اینا رو همین سیسه کارتا رو سیسه کارتاشون به 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 لذت برد اسپیریت ایوو زجه زدن آفرین ناجی تونستیم شاید نتیم حریف قد شد حریف ایرانیه آقا امیر خیلی خوبه حاجی امیر خیلی خوبه راش میگه دقیقا راش میگه کنون رو حاجی دوتا کنون خودش گویای همه چیزه حالا الان ایرو حریف بگیره رو تابه ما همت پکاه رو نشه جمعش کرد زایه بشیم جفتمون نه امکان ندارم ویدیو رو قد نمیذارم 50 دقیقه ویدیو رو نمیذارم ولی بازم دست کم نگیریم بهتره بکنم گوبی جایت بری دستش باشه یا علی چه خبره مرسی اسمیرید او حاجی جان اینجا واقعا حاجی جدی جدی حاجی یه لحظه حاجی وای ما باید معطلشون کن فقط پکارو بگیر یا علی رسوند حاجی رسوند یعنی ببین امیر 1% هم فکر نمی کردم خیلی رکب بدی بود خدایی آقا اشکال کار چی بود حاجی جان عجیبه این بطل ها همین جنگ ماسکیتر باشید صفحش تو ماسک درست میکنه میگیره چی شد؟ دقیقا یه نونه کوین کم میاره آفرین فکر کنم این حریف هم متاسفانه ترکیبش گولر گرین ویاردون اینا باشه این سه تا هوایی داشته خواهد دکش اگه خودش باشه اون نباشه با آخر چی میمونه که خیلی عذابه
ببینیم امیر چه میکنه. به خودتون بچه ها غره نشینم. واته منم غره نشدم همچی. من داشتم به شادم دفاع میکردم امیر. آره ای وای همون یکی حد سادم. خیلی مشاف بدیه امیر. بچه همه رو میشناسه. این ترکیب گریویارد فریز یکی از بهترین ترکیب برای اسنایپ لاغا به حساب میاد، چون که باش دوتا هوایی استفاده میکنن حداقل. چی اون یکی بیبی یا اینفرا دراگونه؟ من چی ندارم برای دفاع اونجا، من اجرام یعنی اونو فقط وید بزنم شاید هست شه. تمام شد دفاع خوشگلی. فکر نکنم 400 دمیج هم بزنه. البته بولر داد دومی یه شات بولر اذیت میکنه قطعا. یعنی اینجا مجبورم بارونم پشتش برسونم، چون که اون اینفرا دراگونم زنده است میشه روش حساب کرد و همچنین گاردام. خب ولی خب درکت منطقه برای حریف دقیقا همینه، اینا رو معطل کنه اونو ببره کیمتابه بدونش مشکلی. کسی هم که سود میکنه قطعا اونه. خیلی همین مشاپ افتضاحه و من نمیدونم دقیقا چرا باید توی اینجور شریعتی این من بخوره. میگم هم اینو هوای زن آخرش چیه مگه؟ یه ویزار داشته تو الان اون پردراگ متاسفانه. جدی؟ به خدا خیلی عذاب اسنایپ اینا جی. من مجرم اینفر از جلو برم به احتمال من با این پردراگ خود اشتفا کنه اینو به سود توه. بعدش بیاد جلوتر یه دونه گریویار میزن روی تابر. اکسیر گریب نداره نمیزنه. در کل این مشاب عذابه و خب مشکلی هم که هست این داداشمون تاپ پلیر این ترکیب خیلی سرش بزار رو خیلی برامون سخت‌تر میکنه. یه دونه زب مجبورم بزنم روی این گارد. کارت آخرش فیلیزه و دست سنه توی دفاع میشه از والکریه و استفاده کرد. یه دونه به چرخه قشنگ نصف اونا مردن و مجبوره فیلیزش کنه که فیلیزش هم کنه باز یکی دیگه این به چرخه کار منو در میاره. خوبه چه خوب آجی والکری تکامل هم این محدود نیدوش زیاده. بله دقیقا. بیال اگه من بتونم ویزارد حریف رو حذف کنم خیلی اوزار که نمیتونی الان میندازه پشت بولر. چرا این ور انداخت؟ اینجا بود تو رو خدا هست شو ویزارد. ای وای ببین یعنی ویزارد با یه چوسه جونم زنده بمونه اون حمله ما کامل جمع میشه. علاوه بر اینکه جمع میشه ضد حمله داره. بله دقیقا. لابای دیگه مجبورم اینجا برسه. عجب فریز خوبی زد بچه دمیج رو ببینی میده ولی بعد اینجا به جاش روی حمله خودم حساب کنم نمیشه. واقعا نمیشه. ویزارد نمیشه گیره. شنیدو خوشگلی. مشکلی نه محمد فقط ویزارد نیست. این فدراک هست نمیدونم فیلی تورنادو که اکتیو شده هست و هیچ کاریش نمیشه کرد. به قول تو تورنادو که دیگه زترین کارت برای بالون قطعا به حساب میاد کاریش واقعا نمیشه کرد. یه ذره امروز شاید بگم بد شانس بودیم محمد. آره اصلا قدر خوب نبود با این بتل آخری که همینجا من اینجوری باختم دیگه من قبول میکنم ما بد شانس بودیم. خب انتقام اون لاک بیتر رو من بگیرم. فشار بهم وارد شده دقیقش همینجا. لاگ بیت بود. ترکیبی که بهم داده هیچ کدوم تک هوایی نبودن. یعنی معمولا توی لدر ترکیبای تک هوایی زیاد استفاده میشن. البته دو سه تا بتل اول تک هوایی بودن حریفا. مثلا اون هادی که بهش خوردیم دیگه اون یارو لاوا پلیگره و اسپارکی و پکای حتی. ولی خب دیگه از اون به بعد دیگه همش حداقل دو تا هوایی با کانونر و اینجور چیزا بزرگ واقعا خراب شد. کانونر خیلی اذیتت میکنه؟ خیلی بالون رو خیلی اذیت میکنه میدونی و جدا از بالون بقیه کارت های هواییمون هم اذیت میکنه ولی خود لاوا رو اونقدر اذیت نمیکنه. اونم بیشتر به خاطر اون لاوا کوچولوهای ماست. لاوا کوچولو ما امیر جون شما لاوا رنگ که زیر سرد زدی لاوا پاپز لاوا کوچولو چی امیر جون؟ آی کسافت رو نگاه کن. ای وای آخه یعنی بگه که پشمام اسکلتون کینگ چی میگه تو این ترکیب؟ محمد مچاب مچاب یکیه من اسم میکنم حریف خیلی میتونه اذیت کنه. باید ببینم اسپلشو باید ببینم اگه تیر باشه میشه کار رو کرد. احتمال زیاد تیر میارن با این ترکیب چون که رکولی سونا داره یه دونه تیر خواهد. این اسکلت کینگ اگه نداشت البته خدا رو شکر باز والکری نداره امیر. دقیقا. ولی خب اسکلتون کینگ هم خیلی رو مخواه حساب کن دمیج اسپلش میزنه تازه دو طرفت هم میتونه بکنه و سایکل حریف هم سکارده میکنه واقعا رو مخ میره. ابیلیتی عالی ولی خب رسوند اینو. ای وای من خودم شخصا بعضی وقتا با ترکیبای سایکل پلی میدم توی دفاع این ریکوریتسا خیلی مشکل دارم. بگو که این فقط مشکل من نیست.
فعلا کم جو خود منم پاره کرده نزیش. دقیقا این چیزی که دارم میبینم اینه واقعا مشکل من نیستم، خیلی بد میشه کویت پاره میکنه به کنی سایکل. آقا پاره شدی بابا. ولی بزن بزنه بزن بزنه چه وضعیتیه؟ کانون کار چی میگه تو این ترتیب؟ من معمولا نمیرم رو جدا از شوخی من اینده که میزنم، ولی موضوع کس اینه که رویال لوگو نباید میرفتیم. درست آخه ببین بعد شانسی شدیم رویال لوگ. آره گوبلینگن بازن نداشتیم گریب یه هم زمان از روی پول گوبلینگن بریزه، اینجور کارها رو چند شانسی میشن دیگه میدونی؟ خیلی مسخره، خیلی مسخره. امیر جان برو بعدی. امیر فکر کنم داره مثبت میزنه، کاپشو ببینم. نه من که منفی هم بابا وجود، من که رنگ 350 شو گرم رنگ 500 هم. من ببینم چند هم، من 700 هم امیر. برو امیر این سری، این سری بچه دور آخره. آقا جان کل ویدیو رو بذارین کنار، این سری بتل آقا، این سری مثبت میزنیم امیر. آره مثبت، این بتل آخر مهمه، یکی امیر میزنه یکی من. اگه اینو مثبت زدیم یعنی ویدیو موثر بوده. حالا بچه بچه من با امیر شوخی زیاد نکردم، حالا بذار یخمون باز بشی. امیر عزیز شوخی هم بکنه، عزیزم این. محمد من امیدوارم که این ترکیبش اسپلش شارت نباشه، چون بهش میخوره که اسپلش شارت باشه. تو هرچی میگی همونه، شانس بد ماست دیگه. حالا من اصلا لاغا برسونم، نسبتا سایکل خوبی دارم برای اول گیم. به چه سایکل میگی سایکل خوب؟ سایکلی که وقتی که کارت حملم رو رفتم بتونه جلوی کارتای زمینی حریف یا هوایی طرف نتیجه خوبی بگیره. بعد لاو، بعد بالون هم دستت باشه. بالون دستم نباشه بهتره حقیقتا، میدونی بیشتر این مهمه که کارتای دیگه این دستت باشه، یعنی مجبورم بالون برم اونجا، واقعا چاره نیست. و خب خیلی بده این مچاپ، خیلی بده این مچاپ. من نمیدونم چرا انقدر داره امروز بد به هم حریف میده. دو تا هوایی و تورنادو خب قاتل ترکیب لابالون بدون شک، و تازه کمیرم بهش اضافه کرده حریف دیگه، کاملش کرده برای خودش. پویزن آجی، پویزن هم اذیت میکنه، پویزن هم به قاتل اثر میدونی محمد. این جمع میشه یه والکری گارد جمع میشه. آره آره خدا رو شکر اینجا سایکر هم خوب بود، و اون زب که زدم هدفم همین بود، گفتم اینجا توی دفاع مشکل نخورم. به نظرم زیاد دروی کرد، پیشبینی کنم اون برشو که حالا پیشبینی نمیشه، ولی یه دونه روش وید میزنم که اون گاردو بتونه اذیت کنه حریفو. عالی، مجبور شد آیسیزارشو استفاده کنه، آیسیزارو بیرون کشید. ولی بازم شرایط با وجود همه این چیزهایی که به وجود اومده به نفع حریفه. بچه بافی خورد آیش ویزار دیگه، لابا بالون جفتشو آیش میکنه. خیلی دمیجی تران خوب شده، واقعا اسپلش دمیجش فوق‌العاده است. آره سایکل هم از دکش بعد کارت وید خوری به اون صورت نداره. کلن کار یه ذره سخت، یه ذره که خیلی بیشتر سخته، چون که الان تاورش هم کنونه سایکلش سریع میچرخه، یه پویزه میزنه جمع میکنه. آره جا نگاه باید نایس ویزار قشنگ کابر دادون و تاوم میکنم، یه دونه پویزن زد و کامل کارتای من جمع میشن. یه نیدو هم به نظرم، یه نیدو هم به نظرم نه نایتون دو خالی. فعلا این که کینگ تاورش اکتیو نشده اتفاق خوبیه، اینه دیگه من لابای بار از مخالف میرسونم، چون که از راست اصلا برام خیر نداشته. خوبه اونم تا بسونش از اون بر رفت، تومسون اذیت میکنه لابارو. آره همین که میتونه یه شات چیزو بگیره خیلی رو مخه. گارد مانو جون اضافی بود امیر جون، ترسیدم تورنادو بزنه، یه شاتش میگرفت نصف تاور میافتاد. یه دونه بارون بریم، تومسون شاکل شده، یه تومسون اینه دو تمام. بله خیلی خوب داره سایکل میکنه و خب اصلا کار سخته واقعا. حالا لابه هامونو بر زنده موندن، ولی متاسفانه میرسه اون آیس ویزاردش، مگر اینکه اینجا الان خوش شانس باشیم یا اینفردراک بگیریم تا بر که نگرفت از شانس خوب باشیم. به گارد روی پول ببندیم مچه ها پریفه. اون پویزن، پویزنه به اندازه همون تورنادو اذیت میکنه حتی بیشتر. بریم آقا، اگه من چیز داشتم
آخه این یه دونه میزنه. نه خب والکری چه خوب میگیره گریوومانی. این کار سخته. اگه من فایربال داشتم و حریف تابرش کنار نبود میتونستم به راحتی بزنم، ولی خب الان خیلی کار سخته. نمیشه. خدایی شاکی هم از این وضعیت. داره قشنگ ترکیبه میده که احتمال زدنش واقعا صفر. من همیشه به ترکیب اسپلشات میوازم با لابا. حالا قدیم رو میگم من از فایربال استفاده میکردم توی این ترکیب میتونستم بزنم اینو، ولی الان با این شرطی که به وجود اومده نه. دیگه هم اینجا وید میاری من سایکل پلیر رو کتخور میکنی اینجا هم باید سایکل بومبرش نیست امیدارم که دستش نباشه سریع بستم روی پلو. میگم امیر وید رو برمیداری میاری من سایکل پلیر رو کتخور میکنی اینجا هم کتک میخوری با وید از اینجا. ای وای محمد کارما آجی از وید دلم خونه. آخه میدونی هوک سایکل رو باز اونقدر اذیت نمیکنه، ولی یکی ورژنی که باش پلی میدی و خدایی خیلی اذیت الان بعد تل آخرم میخوام هوک بزنم اصلا هیچ فایده ای فول زده حالان آب میکوبم فول زده. الان اونجا میتونه برام دفاع رو در بیاره، ولی من مشکل اصلی من توی حمله بود بیشتر، چون این گریویارد واقعا توی حمله اونقدر سخت نیست. اون میزنه روی تاور حریف و خب اوکی دیگه اون خودش برای دمیج میده، ولی خب مشکل اصلا من بود که الان نمیتونستم بهش حمله کنم. یعنی من هر چقدر حمله میکردم یه آیس ویزارد بیبی وید من نمیتونه اصلا. امیر کل دکای گریو قدرتشون به دفاعش گریفیریز اسپلشر تا به اینجا که من رکب خوردم. من نمیدونم واقعا چه بختی دو تا بته پشت سر هم دو تا هوایی به اضافه گریو جفتمون امیر جون جفتمون رکب خوردیم کتخور شدیم. شروع سختی بود. امیدواریم که در ادامه همکاری بکنیم و جمع آوری در واقع این رو جبران بکنیم. آقا من هوک سایکل اومدم انشالله به گفته امیر ما هوک سایکل اومدیم ببینیم آقا با هوک سایکل میشه کار کرد یا نه. اگه مگانایتی که خدا رو شکر باید میزد، ولی امیر رو من خودم تعجب کردم نشه. فکر شد این چیز آخری که پرت دادین محمد این ای وای اگه اون ترکیب باشه خیلی وضع بده. یه ترکیب تازگی ها متا شده هم رم رایدر داره هم پکا ایوو و هم مگانایت ایوو. محمد کاش دیگه کاورش نمیدید یه نشاتاش بگیره دیگه در صورت نمیدید. آره عواشم نبودم این عواشم نبودش لن حق داری بابا انقدر داریم هرس میخوریم به خدا سر این حریفا. ببین اکسید نماد باشی زب عجب باشی ای وای هرچند که دفاع میشه در آخر، ولی خب اکو شایس کنم و تو شکمش میداختم محمد پنج اکسی رو به احتمال زیاد از روی پولیت نویل بده. حالا حواست باشه. آره عجب ریجی زد پلیر کلوفتیشت پلیر 100% کلوفتیشت 100% واقعا خب بازی میکنه یا علی اینشالا که خیره اینشالا که چیزی جلوش نمیخواد بره. نه بیاد به سود منه شو اسپریت هم تکامل امیر خوبه. کارت آخر من بیشتر حدس میزنم که همون چیز باشه ویزارد باشه اون ورژن جدیدی که اومده نیست طبیعتا این مچاپ ماست. محمد مچاپ هوکسایکل بهتره جلوی این ترکیب یا قطعا هوکسایکل شو این ماسکیتی رو وید بزنه غلطی میشه کرد. درسته امیدوارم که به خیر بگذرد. خب اینجا که جوزه کبرینه جالبی آقا نداشت. از وقتی که به اون جوینت کبرینه باختم دیگه نمیگم مچاپ من آجی میدونم چه ما آمادگی این کاپای پای رو نداریم. ای وای گن زدیم آجی اصلا ما منفی زدیم همونجا. ای وای من نمیتونم کنار بیام آخه با یه اتفاقی که این صحنه افتاد. اسپرو سنگین نداره آجی اسپرو سنگین نداره اسپرو بپر اسپرو برو رو تاور اسکلت. ای وا آخ ماسکم هز شد آشوره ما هم نهست چی میگه با ریج نگاه کن تو رو خدا
آقا ما زمان طولانی داریم پوش میکنیم و کلان منفی زدیم و اینجا من اون اشبیلیت هم نپرید و بطل آخر هم باختیم. امیر آقا ما گنج زدیم، من اعتراف میکنم. ولی خب ببینید از الان بهتون این وعده رو بدیم که ما پرقدرت قرار برگردیم. این پایان کار. آره حالا پوشکاف که واقعا مهم نیست، امیر عزیز دستش درد نکنه، دعوت ما رو پذیرفت و ما ایشون رو توی ویدیو بچه رو داشتیم. عشق بانی امیر جان، دمشم بچه گرم، همکاره بیشتر رو انشالله هم با امیر هم با یوتیوبر دیگه قصرم که انجام بدم. حالا من به امیر گفتم هفته دو تا ویدیو رو من پایه هستم، من باش کانال خودم، من باش کانال خودش، من اینجوری نیست که یکیمون بگیره. حالا همین الان هم ما بعد این ویدیو واسه کانال امیر ویدیو خواهیم گرفت. کانال امیر هم لینکش توی دیسکریپشن یا همون توضیحات برای شما خواهم گذاشت. امیر جون حرفی سخنی در انتهای ویدیو هست بفرمایید. بعداچم قربونت ما وجو، خیلی لطف کردی، واسه افتخار بود که توی این ویدیو تونستم در خدمت بچه‌ها باشم برای اولین بار. و خب همونطور که خودت گفتی الان باز ادامه دار خواهد بود. شروع خوب نبود ولی شک نکنید پایان عالیه. البته که پایانی نخواهد داشت. بله 100%. آره پایانی بچه نخواهد داشت، همیشه همکاری میکنیم با امیر عزیز در ارتباط هستیم. دم امیرم گرم دیگه، پوشکاپ خوبی بود. حالا امیر یه ذره منفی زد، ببینم امیرو امیرم یه ذره منفی زد، من بیشتر منفی زدم. خلاصه گنج زدیم، دمتون گرم. اسمش پوشکاپ ولی منفی زدیم. لایک کامنتش رو فراموش نشه. بعد امیر جمعه رسمی که داریم اینه که آخر ویدیو من به بچه ها یه رمزی میدم که توی کامنت ها بنویشن، هر کلمه میتونه باشه، شارژر موبایل، خورشید، ماه. این بار میخوام رمز تو بگی. چی بگم؟ مقامات یه هویی بود، انتظار نداشتم، چیزی به ذهنم نمیرسه. هر کلمه که دوی خب میخوای فوش بنویشن ها؟ چیزی نمیدونم، یه لحظه مغزم هنگید واقعا. ولی خب به نظر من باشگاه و سایه. باشگاه؟ آن راستی آقا قضیه لقب چیه؟ کلاب داستانش چیه؟ اینو حقیقتا باید بگید از متین بپرسید. من افتادم دنبال اون منو گول زد، اون منو از این راه خواهش. اتفاقا متین میگفت، متین من باش در زیاد در ارتباط داشتم، متین میگفت آره ما با امیر از من میگه برداشت کلابو. آره بی دلیل بود یعنی امیر؟ خب ببین من متین رفیق بودیم، من دیدم متین اسمش متین کلابه و خب دیگه یه فرق خاصی رو رفیقمون داشتیم. نه متوجه هم میگم این کلابه کاملا بی دلیل بوده، یعنی علت خاصی نداشت. آره جدی چیز خاص، من هرانم که از متین مثلا متین چی بودی کلاب اومدی کاری کردی ما هم گذاشتیم رسمن خودمون دیدیم چیه. همونجور که من دوست داشتم گذاشتم کلاب، گفتم خب ای بابا پس این هیچ معنی نداره دیگه. گفت آره. ولی خیلی به اسماشون بچه می، مثلا علی کیله، مثلا علی کلاب بهش نمیده، مثلا امو آرمان آرمان کلاب نمیخوره بهش. به اسمای امیر و متین خیلی میاد. خلاصه که دمتون گرم، بازم تشکر میکنم امیر جان، خیلی ممنون. ممنونم آقا جان، سلامت باشی. بزرگواری لایک کامنت شما بچه‌ها فراموش نشه و رمز ویدیو هم که عرض شده سایه و کلاب یا همون باشگاه خیلی ارادت منفی زدیم ولی ولی جبران میکنیم عزیزا. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه.